که بکشن. نمیذارم کسی دیگه بمیره داشت. من خودم بازی اون خون برم برای کسی دیگه نمیذارم بکشن اینجا. همه اون هستی خوشم به تو دیوار. با سلام به بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید و برنامه نبه اعدام. در برنامه این هفته در خصوص سازماندهی جنبش علیه اعدام و همچنین در خصوص 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام و چند مورد دیگه با حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام گفتگوی خواهیم داشت. با ما همراه باشید. حسن صالحی به این برنامه خوش آمدید. بسیار ممنون هستم. بله. در چند وقت اخیر جنبش علیه اعدام بسیار قوی عمل کرده و فعالیت شدت گرفته. اما ما شاهد این بودیم که برخی از احکام اعدام اجرا شده مثل حکم نوید افکاری و بعضی از احکام اعدام لغو شده مثل هوشمند علیپور. من سوالی که از شما دارم اینه که اگر این جنبش ها سازمان یافته بودن آیا ممکن بود ما نتیجه بهتری به دست می آوردیم؟ ببینید هر جنبش یا اعتراضی که راه می افته به یک درجه از سازمان یافتگی نیاز داره. فکر نمی کنم که اعتراضاتی هم که امروزه علیه اعدام داره در ایران شکل می کنه خیلی خود به خودی باشه. حتما کسایی پشتش هستن و فعالینی هستن که تلاش میکنن که این مسئله اعدام، مسئله پرونده های اعدام رو به مشغله جامعه تبدیل بکنن. اگرچه بعضی از این پرونده ها مثل نوید افکاری به اعتبار اینکه یک کسی بود که قیام کرده بود و جوان معترضی بود که مردم خودشون اصلا با اون تداعی میکردن خود به خود خیلی ها رو درگیر میکرد. بنابراین در پاسخ به سوال شما باز بگم که این جنبش های موجود هم که علیه اعدام هست به یک درجه سازمان یافته هست، ولی خب طبعا اگر این درجه سازمان یافتگی بیشتر باشه و این نیرو و قدرت و بسیج کنندگی جنبش علیه اعدام هرچه بیشتر باشه اون موقع نتیجه و تأثیر بهتری هم خواهد داشت و منجر به نجات جان بیشتری خواهد شد. بله. و اما چرا جمهوری اسلامی این چنین عمل میکنه؟ بعضی از احکام رو لغو میکنه و بعضی از احکام رو اجرا میکنه علارغم فشارهای بین المللی، علارغم اعتراض مردم. این چه سیاستیه؟ ببینید جمهوری اسلامی تا مادامی که ما جمهوری اسلامی بر اریک قدرت هستش، قدرت رو به دست داره، اینها اعدام میکنن. بالاخره یه عده‌ای رو اسیر و گروگان گرفتن، در اختیارشونه و هر مانوری که میخوان میتونن بر سر اونها بدن. این مسئله ایه که ما تا لحظه آخر عمر جمهوری اسلامی هم ممکن باش روبرو باشیم. موارد حالا متعدده، یه مواردی ما موفق میشیم در مبارزمون علیه جمهوری اسلامی و در این مواردی هم موفق نمیشیم. دلایل متعددی میتونه داشته باشه. مثلا در کیس بین در رابطه با هوشمند علیپور که شما اشاره میکنید، هوشمند علیپور خود کیسش به هر حال طوری بود که دو نفر با همدیگه دستگیر شده بودن، دو فعال سیاسی با همدیگه دستگیر شده بودن، یک نفرشون رو آزاد کردن و یک نفر دیگه بالای سرش حکم اعدام داشت و اونجا نه قتلی اتفاق افتاده بود، نه سلاحی در کار بود، نه عذر و بهانه اینطوری در میان بود و فقط هدف جمهوری اسلامی بود از خانواده هوشمند انتقام بگیره، چون که خانواده اصلا معترض علیه جمهوری اسلامی بودن و به دلیل همین پیگردهای جمهوری اسلامی اینا آواره شدن و خیلی هاشون در کشورهای دیگه هستن، برادراش و اینها.
خدمت رو عرض کنم، خب اعتراض جهانی هم بود و این اعتراضات باعث شد و میگم بسته به اون کیسی هم که داشت که دادگاه، حتی دادگاه دیوان عالی جمهوری اسلامی تجدید نظر بکنه، بگه که مجددا پرونده رو بررسی بکنیم، که خوشبختانه به این منجر شد که اون حکم اعدامی که براش بریده بودن تبرئه شد از اون اتهاماتی که حکم اعدام رو براش بریده بودن و به زندان محکوم شد که مدتی از چیزش هم گذشته. در مورد نوید افکاری، ولی نوید افکاری یه کیسیه که بهش یه قتلی رو منتصب کرده بودن و میخواستن کشته شدن یکی از عوامل امنیتی خودشون رو یه طوری انتقام بگیرن به هر دلیلی، متوجه یک آدمی رو پیدا کردن و گفتن خب ما به این میبندیم، اینم تو اعتراضات بود و فلان اینا، آدم مشهوری هم هست و اگر ما زهر چشم بگیریم اون موقع شاید جامعه بیشتر بترسه. این یک از دلایلی میشد و میدونید فشار جهانی هم درسته رو جمهوری اسلام خیلی زیاد شده بود، ولی در این حال این شد به یک نقطه برای جمهوری اسلامی که اگر عقب بنشینه فکر میکرد که دیگه یه شکست بزرگ متحمل میشه و همونطور که گفتم با بستن قتل اون مأمور امنیتیشون به نوید خواست یه طوری از اون جنبش انتقام بگیره و این دلیلش بود. در هر صورت مسئله اینه که اعتراضات اگر باشه بالاخره ما این ماشین رو میتونیم فلج بکنیم یا کندش بکنیم یا اعدام هر جوان و معترضی رو برای جمهوری اسلامی پرهزینه بکنیم. این مسئله است. الان هم میدونیم که اونایی که اعدام نشدن، معترضین آبان ماه 98 و بچه‌هایی که مال دی ماه 96 هستن در خمینی شهر، دقیقا به دلیل همین اعتراضات بود که باید با نیرو و قدرت تمام ادامه پیدا کنه، بیشتر متشکلتر هم به پیش بره. بله، برگردیم به همون سازماندهی، به خاطر اینکه ما دیدیم که این اعتراضات چه نتایجی داشته برای احکام معترضین آبان و دی ماه 96. کمیته بین المللی علیه اعدام از حدود از سال 2003 فعالیتش رو شروع کرده، کمپین های بسیار زیادی رو داشته که بسیاری از اونها موفق بوده. من میخوام مردم رو، ما اینجا چون شما سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام هستیم، مردم رو ما بیشتر آگاه بکنیم که با کمیته تماس داشته باشن، چرا که ما بتونیم این سازماندهی رو انجام بدیم و با ایجاد کمپین جلوگیری بکنیم از اعدام هایی که صورت خواهد گرفت و اعتراضاتی رو که باید انجام بشه ما کنار مردم باشیم که اون اعتراضا به نتیجه برسه. ببینید ما در جنبش علیه اعدام، مبارزه علیه اعدام، قبل از هر چی دنبال این هستیم که یک گفتمان علیه اعدام در جامعه را بیفته. خوشبختانه یک تغییر جهشی تو چند ماه اخیر ما شاهدش بودیم که گفتمان علیه اعدام اومد جلو با صدور احکام اعدامی که جمهوری اسلامی بهش دست زد و برای معترضین آبان 96 و دیمای 98 و آبان 98 دیمای 96 احکام اعدام صادر شد و مثل یک بمب در جامعه صدا داد و یک گفتمان اصلی در جامعه حقیقتا تبدیل شد و این یک گام بسیار مهم برای ما به جلو بود. ما میخواییم قبل از هر چیز جامعه اعتراض بکنه. در این چند مورد معین جامعه اعتراض کرد، چرا که خب جوانهای معترض بودن، مردم خودشون رو با اونها تداعی میکنن. اعتراض اون جوان نبود، اعتراضی بود که مثلا در صدر خورده شهر، مثلا در آبان ما در 96 در 97 در شهرهای مختلفی در استانهای مختلفی جریان پیدا کرد و در محلات و کوچه بازار همینطوری ادامه داشت. خب بنابراین شد مردم به دفاع از خودشون، حق اعتراض خودشون علیه جمهوری اسلامی و کل بساط ظلم و ستم جمهوری اسلامی به یک معنا بلند شدن. اینها کسایی بودن که معترضین بودن و جمهوری اسلامی میخواست اونا رو اعدام بکنه، زهر چشم از مردم بگیره و مردم واکنش نشون دادن. تبدیل شدن گفتمان علیه اعدام به یک گفتمان اصلی در جامعه اولین هدفی که ما دنبال میکنه و این موفقیت های زیادی داشته.
دومین هدف ما اینه که مردم بتونن در بسترهای طبیعی که دارن، دوست، فامیل، آشنا، هم محلهی، هم دانشگاهی، هم مدرسهی، اینها اگر علاقمند هستن دور هم جمع بشن. خب میدونم هزار یک موضوع مهم در جامعه هست و یکی از اونها هم علیه اعدامه، ولی جمع بشن، شبکه هایی رو درست بکنن، در محلات گرفته، در دانشگاه ها گرفته، در مدارس گرفته و در هر جای دیگه در محیط کار گرفته، و اینا بیان دور هم جمع بشن و شبکه ای درست بکنن از جمع های چند نفره. با جمع های چند نفره ما میتونیم شروع بکنیم و علیه اعدام به طور سیستماتیکی کار بکنن. یعنی فرض کنین از شعار نمیسی بر در دیوار شهر گرفته باشه علیه اعدام و عنوان اینکه اعدام قتل عمد دولتی است، آدم کشی رو پایان بدید، جنایت و جنایت سازمان یافته دولتی رو پایان بدید، اینا رو میتونن بر در دیوار شهر بنویسن. تا اینکه فرض کنید اعتراضاتی رو سازمان بدن، اگر خانواده های محکومین به اعدام جای جمع میشن برن و اونجا کمکشون بکنن و به اون اعتراضات ملحق بشن، یا اینکه مواردی که متاسفانه اعدام میشه در مورد نوید، خیلی ها از نقاط مختلف ایران رفتن سر قبر نوید و اونجا با خانواده این عزیز اعدام شده همدردی کردن، ابراز همبستگی کردن، و یا اینکه فرض کنید بیانیه بدن، اعلامیه بدن، گروه های از مردم در فلان محله ما اعلامیه دادیم نسبت به اعدام نوید معترضیم و حرفمون رو داریم میزنیم. میدونید این اشکال مختلفی که جامعه داره میگه که ما علیه اعدامیم، و در این حال داره یک شبکه میسازه که میخواد جلوی این ماشین آدمکشی رو متوقف کنه. خوشبختانه الان ما شاهد دادن اعلامیه و بیانیه در سطح اعلامیه و بیانیه، خیلی بیانیه‌های آتشین خوب از سوی تشکل‌های کارگری، از سوی تشکل‌های دانشجویی داده شده که واقعا با همین زبان قاطع علیه این قتل عمد دولتی داره صحبت میکنه، اهداف جمهوری اسلامی رو داره توضیح میده در دست بردن به این اعدام‌های خونین و اینکه اینها باید متوقف بشه. حتی جامعه جهانی یه طوری پشت این رفتن که شرط و شروط بذارن و بایکوت سیاسی بکنن جمهوری اسلامی. بنابراین تشکیل شبکه های علیه اعدام در محیط هایی که مردم با هم دیگه یک پیوند طبیعی دارن بسیار مهمه. از تلگرام، از مدیای اجتماعی میشه استفاده کرد و مردم بیان تو اونجا حرفاشون رو هم بزنن، همونطور که زنان، فرض کن کارگران، شرکت واحد، نمیدونم جنبش های اعتراضی کارگری وقتی اعتراض دارن میان و حرفشون رو یکی میکنن، بازنشستگان اینطوری هستن. بنابراین مخالفین الان کسی نمیتونه بیا بگه شما چرا مخالفین اعدام، الان یه طوری هست که وسط جامعه هستن رک و صریح، همه دارن علیه اعدام حرف میزنن. بنابراین بیان حرف بزنن، نقشه بریزن، حتی برن میون مردم کار آگاهانه بکنن، کار فرهنگی بکنن و در این حال در مقابل اعدام های جمهوری اسلامی بیستن. بله، همونطور که اشاره کردید از لحاظ سیاست خارجی جنبش علیه اعدام، جدا از اینکه در ایران داره خیلی خوب جلو میره و داره رژیم رو با مشکل مواجه میکنه، یعنی میشه دید که یکی از این جنبش های موفق خواهد بود و الان هم هست، در رابطه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو هم با مشکل مواجه کرده. و مثلا ما شاهد این بودیم که دولت‌های فرانسه، اسپانیا و بریتانیا اومدن سفیرها رو احضار کردن و جامعه جهانی به پا خواسته. حالا من سوالم از شما اینه، ما چقدر یعنی نتیجه اینها یا نتیجه خواهد داشت؟ چون ما قبلا هم شاهد بودیم که این حالا احضارها در موارد خاصی صورت گرفته، به این وسیعی البته نبوده و این حالا یکی از موارد خاصیه که به این وسیعی اعتراضات احضار سفرا صورت گرفته و به جمهوری اسلامی اعتراض شده. بازخوردتون از این حوادث اخیر در این خصوص ببینید، حقیقت هم اینه که اگر امروز از طرف دولت‌های بریتانیا، فرانسه، آلمان سفرهای جمهوری اسلامی احضار میشن و نسبت به اعدام نوید افکاری و
وضعیت زندانیان سیاسی و زندانیان دوتابیتی اعتراض میشه و فلان اینا، حقیقتا اینم محصول جنبش اعتراضی مردمه. یعنی اینا به طور خودکار خودشون این کارها رو نمیکردن. ببینید اتفاقی که افتاد این بود که در مدیای اجتماعی مردم هشتگ اعلام نکنید شد به یک ترند جهانی. در ده ها شهر ایران، در شهرهای دنیا اعتراضاتی که برگزار شد که مبتکر اصلی کمیته بین‌المللی علیه اعدام بود راستش، و خیلی های دیگه هم البته اعتراض برگزار کردن، و تو ایران بیانیه هم تو که گفتم بیانیه های شدید و لحنی دادن، و به دنبال در واقع این اعتراضات بود که الان دولت های غربی هم که به دست و پا افتادن و بالاخره واکنش نشون میدن. دقت داشته باشه حتی ما در کار دیدارهایی که با دولت های غربی داشتیم، با سود در همین کشور سوئد ما داشتیم، بحثمون همیشه همین بود. شما دیالوگ میکنید، خود دیالوگ طبق گفته خود شما هیچ تأثیری داشته نه، بدتر هم شده. بنابراین شما چراغ سبز به جمهوری اسلامی نشون میدید، شما یک فضای امنی، یک حاشیه امنی برای جمهوری اسلامی به وجود آوردید که بره بکشه، اعدام بکنه و کسی هم اعتراض نکنه. من فکر کنم اینا یه احضاری که کردن حاصل این اعتراضات بود. به نظرم الان یه وضعیتی شده که خیلی ها معترضن و گرون تموم شد برای جمهوری اسلامی. این جنایتکارا فکر کردن با اعدام نوید افکاری یه چیز رو میتونن دفع بکنن، ولی متوجه نشدن که خشم دنیا رو علیه خودشون برانگیختن و اعتراضات از همه سو علیه جمهوری اسلامی بلنده. جامعه ورزشی میگه اینا رو صحبت بسر اینا که تحریمشون کنین علاوه ورزشی. ما داریم به سمت یه گفتمانی میریم که ما سالها روش تاکید داشتیم، اونم تحریم و بایکوت سیاسی تمام کمال جمهوری اسلامیه. اینا رو نه فقط اجازه ندین سفر بکنن مقامات حکومت به کشورهای خارج، بلکه بگیرین دستگیرشون کنین، محاکمشون کنین. هنوز تا اونجا خیلی فاصله داریم، ولی خب نشانه های مثبتی میبینیم که اگر ما به نظر من با بسیج افکار مردم عمومی مردم دنیا عمل بکنیم و مردم بسیج بکنیم و اونها رو به اهرم فشاری علیه دولتاشون تبدیل بکنیم که چیزهای دیپلماتیک، تماسهای دیپلماتیک، روابط دیپلماتیک سیاسی فرهنگ خودشون با جمهوری اسلامی قطع بکنن، به نظر ما میتونیم بسیار بیشتر از این جلو بریم و موقعیت برای جمهوری اسلامی به وجود بریم که فرض کنیم سالها پیش رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در آفریقای جنوبی بهش دچار شد، مورد انزوای جهانی قرار گرفت و نهایتا زمینه رو هموار کرد که مردم در آفریقای جنوبی کار اون رژیم رو یکسره بکنن، و اگر این اتفاق در سطح جهانی بیفته خب زمینه بسیار مساعد خواهد بود که مردم با دست خودشون و اعتراض انقلاب خودشون جمهوری اسلام رو سرنگون کنن. بله، یعنی هزینه بسیاری برای جمهوری اسلامی خواهد بله. داشت. بله، داریم به 10 اکتبر نزدیک میشیم، روز جهانی علیه اعدام. برنامه کمیته بین‌المللی علیه اعدام برای این روز چی هستش و چه فراخوانی داره برای مردم؟ ببینید روز جهانی علیه اعدام یک روزیه که نمیتونه به اعتراض علیه یه رژیمی تبدیل نشه که با اعدام به دنیا اومده و برای ادامه حیات ننگینش به اعدام متوسل میشه. بنابراین انتظار ما، خب ما مخالف اعدام به طور عمومی و کلی هستیم، اعدام قتل عمد و دولتی است و طبعا باید در روز جهانی علیه اعدام تلاش کرد که جهانیان متوجه این بشن که در کشورهای هرچی بیشتری اعدام لغو بشه. منتها این در این حال روزیه که باید به اعتراضات وسیع و گسترده علیه جمهوری اسلامی، علیه رژیم اعدام در ایران تبدیل بشه و به یک تلاشی تبدیل بشه که ما بتونیم جلوی اعدام ها را قبل از هر چیز در ایران بگیریم. همونطور که با فشار جامعه، کمک فشار جامعه بین المللی ما تونستیم سنگسار در ایران متوقف کنیم، بتونیم در عمل ایران اعدام ها را در ایران متوقف بکنیم و بریم به سمتی که جمهوری اسلامی رو کاملا منزوی بکنیم. ما فراخوانمون روشنه، ما میگیم مردم هر جایی که هستین
گردهمایی اعتراضی تشکیل بدید علیه اعدام، در شبکه‌های اجتماعی به اعدام و رژیم اعدام اعتراض بکنید، به طور سمبولیکی طناب‌های دار، چوبه‌های دار رو بسوزونید. خدمتتون عرض کنم به خانواده‌های داغدار، به کسایی که فرزندانشون اعدام شده سر بزنید، از خانواده‌های محکومین به اعدام حمایت بکنید، بر در دیوار شهر بنویسید اعدام قتل عمد دولتی، جنایت سازمان یافته دولتی است، اعدام‌ها به اعدام‌ها پایان بدین، جنبش اعتراضی آبان ادامه دارد، و و و به طور آنلاینی مراسم درست بکنید، برگزار بکنید، در مورد جنایات جمهوری اسلامی سابقه اعدام ها در ایران صحبت بکنید، و در این کلام بیاین و صدای اعتراض خودمون علیه جمهوری اسلامی رو بلند بکنیم و بگیم این جمهوری اسلامی قاتل مردم ایرانه و باید سرنگون بشه، و تا زمانی که این جمهوری اسلامی هست ما با خطر اعدام و ایجاد فضای رعب و وحشت روبرو هستیم و باید به میدون بیاییم، نیرومون یکی بکنیم و این رژیم رو بندازیم، و جامعه جهانی و مردم جهان هم لازمه که از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت بکنه. این چیزیه که فراخوانیه که ما داریم در رابطه با روز 10 اکتبر، روز جهانی علیه اعدام. اشاره کردین دیگه، نه تنها اعتراض به اینه که میگیم ما نمیخوایم اعدام در جمهوری اسلامی نباشه، اصلا جمهوری اسلامی رو نمیخوایم که دقیقا. مسبب تمام ایناست، یعنی باید اون سرنگون بشه که اعدامی نباشه دیگه. از اون شعاری که ما اعدام نمیخوایم مردم گذشتن و همگی به این رسیدن که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. حتی خصلت اعتراضی مردم علیه اعدام همین هستن، که یعنی نه به رژیم اعدام. ممنون که در این گفتگو همراه ما بودید. خواهش میکنم، سپاسگزارم. بینندگان محترم، به پایان این برنامه رسیدیم. اوقات خوشی را برای شما آرزومندیم. شاد باشید.